صمیمانه ترین درودها حسین اعجازی هستم و برنامه امروز خبرها و نظرها رو از تلویزیون جهانی پارس خدمتتون تقدیم میکنم. با پوزش از مشکلاتی که تکنولوژی به وجود میاره بعضی وقتا و من امروز از طریق تلفنم تلفن موبایلم دارم با شما صحبت میکنم، امیدوارم که بتونم در طول صحبتها از طریق کامپیوتر وصل بشم و بتونیم تصویر بیشتری رو و بهتری رو تقدیم حضورتون بکنیم. امروز با جناب ایرج مصداقی دوست و یار قدیم و ندیم هستیم و قبل از اینکه بریم به دیدار ایشون در استکهلم باید اشاره بکنم به اونچه که پیرامونمون میگذره. مسئله سوء قصد به جان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا که به طور کلی به نظر میرسه که صحنه سیاست امریکا رو تغییر بده و اظهاراتی رو که و تعیین معاون او آقای ونس که شخصی است که در ارتش خدمت کرده و نظامی هم بوده و در یک مصاحبه تلویزیونی با اگر اشتباه نکنم فاکس نیوز در واقع گفته که باید ما با جمهوری اسلامی با از طریق دیگری و با شدت عمل روبرو بشیم. صحبت از جنگ نیست، صحبت از حمله نظامی نیست. دیشب اولین شب کنوانسیون حزب جمهوری خواه تشکیل شد و تعدادی از افراد آمدن سخنرانی کردن، از جمله یکی از به اصطلاح رؤسای گروه های کارگری و تعداد دیگری که صحبت کردن. خطری که از واقعا با یک اینچ یا دو سانتیمتر اگر ترامپ صورتش رو بر نگردنده بود واقعا کشته شده بود و مغزش رو متلاشی کرده بود گلوله. و ایراد به نیروهای گروه به اصطلاح امنیتی و ایمنی که باید مراقب می بودن و هشدارهایی که داده شده بود به این گروه ها که یک فردی رو در بالای بام یک ساختمان نزدیک که به اصطلاح سخنرانی آقای ترامپ میبینن، الان صحبت از این هست که چرا توجهی نشده و اقدامی نشده. به هر حال آنچه که پیش آمد این بود که گوش آقای ترامپ رو هدف این گلوله زخم کرد و آقای ترامپ دیشب در همین جلسه کنوانسیون بدون اینکه صحبتی بکنه اونجا آمد و با پیشواز بی‌نظیری از طرف طرفدارانش روبرو شد، در حالی که گوشش روش به اصطلاح بسته شده بود، زخم بندی شده بود. و طی چند روز آینده باید ببینیم که چه تغییراتی رو شاهد خواهیم بود. گفته شد که آقای ترامپ در متن سخنرانی رو که آماده کرده بود قبلا تجدید نظر کرده و تغییر داده و صحبت‌هایی رو که جو بایدن کرده در این که ما همه یک ملت هستیم و نباید به صورت دشمن به یکدیگر نگاه کنیم انعکاس خوبی داشته. از سوی دیگر سماجت بایدن از تقاضایی که بسیاری از دموکرات‌ها سران دموکرات خواستن از او که از صحنه خارج بشه و بگذاره فرد دیگری جوانتری بیاد و ادامه بده، متاسفانه او پافشاری میکنه در باقی ماندن در قدرت. از سوی مسئله سیرک انتخاباتی ایران رو شاهد هستیم و وعده هایی رو که آقای پزشکیان داده و
معلوم نیست به کجا بیانجامه. در مورد تمام این مسائل و آنچه که الان مطرحه، فکر میکنم بهترین منبع آقای ایرج مساقی عزیز باشن که من دیگه با این شرایطی که پیش آمد و تأخیری که پیش آمد در پخش برنامه، وقت برنامه رو نگیرم و بریم به دیدار آقای ایرج مساقی عزیز در استکهلم. سلام میکنم خدمتشون. من هم سلام میکنم خدمت شما جناب حجازی، همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم هر جایی که صدای ما رو میشنوند یا تصویر ما رو میبینند. آقای مصداقی چه خبره؟ این اول بفرمایید که نظرتون راجع به این آقای پزشکیان و وعده هایی که داده و این سیرک انتخاباتی رو که برای اولین بار با کمترین اقبال روبرو شد و البته رژیم سعی میکنه با عددسازی و رقمسازی اون رو به صورت دیگری جلوه بده چی هست؟ بله، خب باید توجه داشته باشیم که در این وانفسا آقای پزشکیان در واقع زد و برد، چون میدونید در صحنه سیاسی ایران ما با تحولات عجیب و غریبی روبرو هستیم. اگر شما ملاحظه بکنید، مثلا 2 ماه پیش اگر گفته میشد که رئیسی جان خودش از دست میده و یک کسی مثل پزشکیان به جای او خواهد نشست، فکر نمی کنم کسی چنین چیزی رو باور میکرد. و این مسئله است بسیار بسیار مهم و موضوعی که کمتر بهش توجهی میشه و این نشون دهنده پویایی جامعه ایران هست. اما از این نکته که بگذریم، باید توجه بکنیم که خامنه ای درست بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی که با تحریم گسترده مردم روبرو بود، با موضوع انتخابات ریاست جمهوری مواجه بود و میدونست که تحریم سنگینی در راه هست و این برای تبلیغات او و برای موضوعاتی که قبلا هم مطرح کرده بود بسیار بسیار میتونه خطرناک باشه و ضربه بزرگی به نظام اسلامی وارد کنه. و همین دلیل خامنه‌ای کوشید که با به صحنه آوردن آقای پزشکیان یا اجازه‌ای که حالا لابد با توصیه هایی به شورای نگهبان داده شد که ایشون از فیلتر عبور کنه، سعی کردن که به نوعی کمی رونق بدن به این انتخابات ریاست جمهوری. آقای عبدی به درستی گفتش که حضور پزشکیان در این انتخابات تعداد شرکت کنندگان رو به 2 برابر رسونده. یعنی پس توجه بکنید که در دور اول اگر گفتن بالمثل 40%، این تعداد آقای عبدی معتقده که اگر پزشکیان نیامده بود به 20% تنزل میکرد، یا در دور دوم به 25%. حالا من کاری ندارم چقدر در این انتخابات شرکت کردن و آمارهای رشین چقدر غیر واقعی است، منتها همون چیزی رو که اونها مطرح کردن اگر به این توجه بکنیم، ما در واقع بیانگر شکست مطلق رژیم و کل جناحای اون هست در این موضوع. یه مسئله ای که خیلی به نظر من قابل توجهه اینه که خامنه ای خب دستش بسته بود این بار برای اینکه بتونه نتایج انتخابات رو وارونه کنه مثل سال 88. خب معلومه میتونست بکنه، اما هر کاری یه عواقبی داره، یه تبعاتی داره. خامنه ای چون 88 رو از سر گذرونده، میدونه که چنین کاری رو تکرار اگر بکنه بهاش حتی در درون خود رژیم هم بسیار سنگینه، چه برسه در جامعه جهانی و در تعاملات احتمالی که پیش رو داره. اینه که خامنه ای اجازه نداد و خود پزشکیان هم تاکید کرد که اگر خامنه ای نبود من از صندوق در نمی اومدم، و به این ترتیب نشون داد که خودش وامدار خامنه ای هم هست. ولی خامنه ای نه به خاطر حفظ و صیانت از آرای کسانی که در انتخابات شرکت کردن، بلکه منافع کلی تر نظام که اجازه ای رو نداد. ببینید جناب
حجازی، این انتخاباتی که امروز مطرح شده اگر ملاحظه کنید فقط آمارهایی که اینجا ارائه شده شما به سادگی میتونید بفهمید چجوری تو سال 88 آمارها رو واژگونه کردن. شما نگاه کنید در این انتخاباتی که همه میگن، خود نظام اسلامی هم میگه کم رونق بوده و انقدر انتخابات تعداد شرکت کنندگان درش کم بوده که مجبور شده خامنه ای شرکت کنندگان در انتخابات دور اول و دور دوم با هم جمع کنه بگه 55 میلیون. شما نگاه کنید در اینی که همه اتفاق نظر دادن که چقدر انتخابات با کسادی روبرو بوده و در جایی که میگفتن مثلا کسی مثل جلیلی رو دیو جلوه میدادن، با این حال شما نگاه کنید جلیلی 13 میلیون خورده رأی آورده. چرا اجازه نگاه کنید 13 میلیون خورده درست اندازه رأیه که برای میرحسین موسوی تو سال 88 مطرح کرد. ببینید سال 88 که همه میدیدید اردوکشی‌های خیابونی بود، چه تعداد عجیب و غریبی در انتخابات شرکت کردن اگر یادتون باشه نسبت به امروز، ولی آرای آقای میرحسین موسوی اندازه آرای سعید جلیلیه که الان میگن چیه کسی که به شدت مورد انزجار عمومی هست. این نشون میده که چقدر دستکاری کرد. نکته جالب توجه اینه که در اون انتخابات مدعی بودن که بالای 90% در انتخابات شرکت کرد، بالای 90%، 40 میلیون رای داده بودن دیگه. حالا شما این دفعه نگاه بکنید حدود 90%. حالا اینجا رو شما ببینید خیلی جالبه، در حالی که انتخابات با تحریم مطلق مردم روبرو شده، نفر دوم اندازه میرحسین موسوی اون دفعه بود. این نشون میده که این انتخابات تا کجا توش دستکاری شده بوده، ملاحظه میکنید و آمارو چجوری واژه بود. حالا رسیده اینجوری با این سیرک انتخاباتی ایشون از صندوق در اومده آقای پزشکیان، ولی باید توجه داشته باشید آقای پزشکیان میتونه کاری بکنه، حتی اگه میخواست، حتی اگه متفاوت بود، حتی اگر در واقع تمایل به تغییر داشت. میبینیم که نه. چرا نه؟ برای اینکه اول از اون که ایشون نه حزبی داره، نه سازمانی داره، نه گروهی داره، به چه ترتیب میخواد خطش رو پیش ببره؟ جناح مقابل او حزب داره، سازمان داره، گروه داره، گروه های مافیایی داره، گروه فشار داره، پول داره، امکانات داره، اراده سیاسی داره، زندان داره، قوه قضاییه داره، سپاه داره، نیرو انتظامی داره، نهادهای قدرت مثل شوراهای گوناگون، شورای امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری رو داره. خب ایشون با این قدرت اندکی که داره در مقابل اون قدرت عظیم چجوری میخواد با اینا روبرو بشه؟ معلومه نمیتونه. برای حل و فصل مسائل اقتصادی بکنید ایشون مثلا بزرگترین اقتصاددانای دنیا رو هم بیاره در ایران و بزرگترین در واقع اندیشمندان بخوان گره از کار نظام اسلامی باز کنن. خب باشه، با کدوم ابزار؟ ایران تحریم مطلق هستش، اینو توجه بکنید، به خاطر سیاست های سپاه پاسداران، سپاه قدس، نظام اسلامی، خود شخص خامنه ای، هسته قدرت، سخت قدرت. خب ایران تحریمه، بنابراین تا زمانی که تحریم هست مشکلات اقتصادی ایران هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد که کمتر نخواهد شد و اقتصاد ایران لاغر و لاغرتر خواهد شد که در واقع گشایشی براش نیست. پس این چجوری بخواد اینو حل کنه؟ بیایم توی جامعه، مثلا اگه بخواد گشایش هایی در امر زنان یا فضای مجازی یا این چیزایی که گفته میشه ایجاد بکنه، ابزار کار او چیه؟ شوراهای مختلفی وجود دارن، گروه های مختلفی وجود دارن که اینا تصمیم گیرنده هستن و رئیس جمهور یا هیئت دولت دست بالایی در این زمینه ندارن، بماند که مهمترین در واقع وزارتخونه ها رو شخص خامنه ای تعیین میکنه و با تایید او باید باشه، یعنی دقیقا خط هسته سخت قدرت رو باید پیش برن. اینی که من تصور نمیکنم آقای پزشکیان اقبالی داشته باشه
هرچند که من انتخاب خود پزشکیان رو هم یک شکست برای خامنه ای میدونم، یک شکست برای هسته سخت قدرت میدونم، یک تودهنی از طرف مردم هم به اصلاح طلبا هم به اصولگرایان. آقای مصداقی، با موافقت شما ما پیام های بازرگانیمون رو بشنویم و امیدوارم بتونیم از طریق بهتری وصل بشیم به برنامه و برنامه رو ادامه بدیم. بینندگان گرامی با ما باشید. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود، دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرویشا، سلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچلیک، سپلیت، هوارایلند، دوبروونیک، رفت و برگشت، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس و همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 15 آگست. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های جی ال ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جی ال ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اکنون جی ال ویز بزرگترین پلتفرم آگهی برای فارسی زبانان جهان است. وقتی شما به جیلویز آگهی می دهید، همه ی بینندگان جیلویز با هر سن و سلیقه‌ای و دقیقاً در محل مورد نظر شما آگهی شما را می بینند. در جیلویز آگهی شما در کانال های زندگی تلویزیونی، آغاز، پایان و میانه فیلم ها و سریال های پربیننده، حین تماشای مسابقات فوتبال و حتی هنگام تماشای برنامه‌های آشپزی پخش می‌شود. آگهی خود را به جی ال ویز بسپارید و شاهد رشد بیزنس خود باشید. شماره تماس 201-647-429-3999. پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلادیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آورده‌اند. Hi, I'm Timothy Morson and I'm a former Canadian visa officer. And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer. ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید.
201-416-849-1092. از انواع تبلیغات همیشه تبلیغات تلویزیونی پربازده ترین و البته گرون ترین بوده، هنوز هم پربازده ترین هست، اما با راهکاری که ما بهتون میدیم دیگه گرون ترین نیست. خب در خدمت دوست و یار و رفیق قدیم و ندیم هستم، آقای ایرج مصداقی. پوزش میخوام از مشکلاتی که داشتیم در اتصال به اینترنت و بقیه مسائل. آقای مصداقی، به طور قطع در اروپا انتخابات پیش روی امریکا رو تعقیب میکنند و تعقیب میکنید و در همین اولین جلسه کنوانسیون حزب جمهوری خواه آقای ترامپ که از یک سوء قصد بسیار خطرناک جان سالم به در برد، معاون خودش رو معرفی کرد، آقای ای جی ونس، که خدمت سربازی کرده و سناتور هست، سناتور جوانی هست، 39 سالشه، و در یک مصاحبه تلویزیونی که داشت با تلویزیون فاکس نیوز، اونجا در مورد جمهوری اسلامی و شدت عملی که باید امریکا نشون بده نسبت به اعمال و رفتار تروریستی و استفاده از نیروهای نیابتیش در جای جای دنیا و به خصوص خاورمیانه، تأکید زیادی گذاشت در مورد مسئله ایران. انعکاس این رو به چه صورت می‌بینید؟ و دیگه با توجه به این که آقای بایدن حاضر نیست قبول بکنه که به علت کهولت سن بسیاری از اون کارهایی رو که باید انجام بده نمیتونه، یا لااقل گفته میشه که فکرش کار میکنه، نمیدونم مسائل رو تعقیب میکنه و تمام جزئیات رو در نظر داره، ولی به هر حال همونطوری که اعلام شده و میشنویم و میبینیم، بسیاری از دموکرات ها و طرفداران پر و پا قرص آقای جو بایدن و به خصوص در آقای کلونی که یک هنرپیشه هنرمند فعال در صحنه سیاست و مسائل اجتماعی هست، ضمن این که گفت ارادتش نسبت به آقای بایدن کم نشده، از او خواست که از صحنه بیرون بره و بگذاره که چهره‌های جوانتری بیان و در این مبارزات انتخاباتی شرکت بکنن. انعکاس این خبرها در اروپا رو به چه صورت می‌بینید و آیا روی کار آمدن آقای ترامپ که با توجه به این شرایطی که پیش آمده دیگه تردیدی درش باقی نمونده که بار دیگر به کاخ سفید راه خواهد یافت، به چه صورت می‌بینید؟ و آیا این حادثه‌ای که براش پیش آمد فکر می‌کنید در روشی رو که در قبل داشت با پرخاشگری و نام گذاشتن برای افراد و اینا به سمت و سوی دیگری بره و شخص دیگری باشه از این به بعد؟ بله، راستش در اروپا بیشتر اونچه که در امریکا متوجه قرار میگیره رو اینجا خب میان و دوباره همونها رو منعکس میکنن، یعنی در واقع صحنه اصلی در امریکا هستش و مردم امریکا هستن که بایستی تصمیم بگیرن و به نظر من
با توجه به اون چیزی که در اخبار می‌بینم اینها نقش اصلی رو رسانه های خود امریکایی و جامعه امریکا بازی میکنه. متأخر اروپایی ها هم با توجه به اون چیزی که در اونجا داره اتفاق میفته اینجا هم سمت و سوی همونو میگیرن، یعنی همون چیزی که تو رسانه های امریکا دارن میگن تو اروپا هم همونا گفته میشه. ارزیابی های اروپایی ها تفاوت چنداری با ارزیابی امریکایی ها نداره. دنیا امروز کوچیکه و تقریبا اون چه که خط اصلی مطبوعات رو تعیین میکنه در همه جا یکسان تقریبا، و چیزی که اروپایی ها هم حدس میزنن اینه که شانس ترامپ بسیار رفته بالا با توجه به اتفاقی که افتاده، با توجه به نقش تبلیغات که در امریکا بسیار تعیین کننده است در انتخابات، پوسترهایی که داره از لحظه تیر خوردن ترامپ و مقابله او با این مسئله، مشت گره کردش، صورت خونینش، پرچمی که به اهتزاز در اومده پشتش، پرچم امریکا، همه اینا نشون دهنده یه رئیس جمهور قدرتمند در مقابل یک رئیس جمهوری که در واقع ضعیفه، یعنی شلیک به ترامپ شده ولی به بایدن اصابت کرد. و اگرچه هدف ترامپ بوده ولی بایدن مورد اصابت خواهد کرد. این یه واقعیت. تنها راهی که به نظر من پور شانسی باقی میذاره برای دموکرات ها اینه که شوکی رو وارد کنن، و این شوک چیزی نیست جز کنار رفتن آقای بایدن و به صحنه اومدن یه چهره جدید. یه چهره جدید اگر به صحنه بیاد و اگر بتونه در واقع در لحظه مناسب این اتفاق بیفته، چه بسا بتونه شوکش در واقع فائق بیاد برای این مسئله یا شانسی رو ایجاد بکنه برای دموکرات ها. چون من بعید میدونم با وضعیتی که امروز هست و با تعادل قوایی که امروز هست بایدن شانسی برای موفقیت داشته باشه، چون در هر صورت امریکایی‌ها به دنبال یک رئیس جمهوری هستن که قدرت داشته باشه بتونه امریکا رو هدایت بکنه یا به زعم به اون چیزی که ترامپ میگه بزرگی رو به امریکا باز کرده. اگرچه بایدن در صحنه سیاست داخلی امریکا، اقتصاد امریکا کارنامه موفقی داره و حتی این کارنامهش بسیار بسیار موفقیت پربارتر یا با موفقیت بیشتری نسبت به کارنامه دولت اوباما بوده، منتها بحث بر سر اینه که امروز گویه چهره بسیار ضعیف جلوه داده میشه، چهره متزلزلی ازش ارائه میشه و شواهد هم همین رو نشون میده. بنابراین فقط ممکنه کنار رفتن او و آمدن یه چهره جدید شوکی رو به نظر من کارزار تبلیغاتی دموکرات ها در انتخابات ایجاد بکنه، شوکی وارد کنه و منجر به تغییر صحنه یا این تعادل قوایی که امروز هست بشه. ممنونم آقای مصداقی. برگردیم به صحنه سیاست در ایران. از این آقای پزشکیان چی میدونیم و آیا این وعده هایی رو که در مبارزات انتخاباتیش داد به نظر شما هیچ کدوم از این وعده ها رو میتونه عملی بکنه یا نه؟ برید پزشکیان باید توجه داشته باشین که تحصیلات عالیه داره ایشون، خب جراح متخصص جراح قلب هستش و نسبت به چهرهای دیگه رژیم به لحاظ اقتصادی آدم سالمی هست و دستی در دزدی ها و غارت و اینها نداشته، چون میدونیم که حتی او مطب خصوصی هم برای خودش باز نکرده. بنابراین از این بابت چهره به نسبه سالمتر بهتری، بله سالمتر نسبت به بقیه، جدا از این که به لحاظ حالا خانوادگی هم از اونجایی که هم همسر تقریبا 30 ساله همسرش و یک فرزندش در تصادف کشته شدن و جانشون از دست دادن و اون تا حالا ازدواج نکرده،
و این به نوعی بیانگر حمایت او از خانوادهش و این فسادی که دامنگیر عناصر رژیم از بالا تا پایینشون هست لااقل برای ایشون نبود. این دو نکته مثبت تو زندگی ایشون بوده. ولی بس بر سر اداره یک کشوری و اینکه این آدم میتونه در این شرایط کاری بکنه یا نه. میدونید ایشون یک دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی وزیر بوده، وزیر در موقع بهداشت بوده و بعد یک دوره هم در مجلس نایب رئیس مجلس بوده. بنابراین در هم قوه مقننه تجربه داره و هم در قوه مجریه تجربه داره. منتهای مطلب امروز باید اینو توجه داشته باشیم، من در بخش اول عرایزم هم گفتم، ببینید حتی اگر من شخصا با همین ویژگی هایی که امروز دارم در ایران به قدرت برسم، با همین نگاهی که امروز دارم موفق نخواهم بود. ببینید چون باید توجه داشته باشیم که ارتش، سپاه، نیروی انتظامی یعنی بسیج، گروه های فشار در اختیار هسته سخت قدرت هستند. یعنی شما نگاه کنید خامنه ای، بیت رهبری، سپاه پاسداران، سپاه قدس و اون هسته ای رو که همه میشناسید. خب فکر کنید شوراهایی که این وسط هم هست همش دست ایناست یا اکثریت دست ایناست. خب حالا تو دولت هم وزارتخونه های مهمش رو خامنه ای تعیین میکنه. حالا فکر کنید مثلا من اگر رفتم خواستن تصمیم گیری بکنن در ارتباط با موضوع حجاب یا گشت ارشاد، خب من میتونم برم رئیس جمهورم، بعد وزیر ارشادم هم بیاد، بعد نمیدونم وزیر آموزش عالی هم بیاد، احیانا یکی دو تا وزارتخونه دیگه، دو تا مثلا مسئول دولتی هم با من بیاد، این میشه 5 تا. و اگه اون جلسه 20 تا باشه 15 تاش علیه ماست، چون از نهادهایی میان، یکیش قوه قضاییه است، قوه مقننه است، بعد در واقع انواع اقسام نهادهایی که خامنه ایجاد کرده همه اونا میان. خب اگر به رأی باشه رأی اونا بیشتره، اگه به زور باشن زور اونا بیشتره، نیروی سرکوب هم باشه نیروی سرکوب در دست اوناست. خب بنابراین خب من چجوری میخوام خطمو پیش ببرم؟ قدرتی هم که ندارم، برفرض حرفامو بزنم، خب که چه فایده؟ بکنید در ارتباط با فضای مجازی، حالا من و وزیر ارتباطات و بعد نمیدونم دو سه تا دیگه از این نهادهایی که زیر نظر من رئیس جمهور هست میریم تو اون شورا. خب این شورا از نمیدونم انواع اقسام نهادهای رژیم هستن، بیت رهبری هست، نمیدونم شورای نماز، ستاد نماز جمعه هست، بگیرید تا سپاه، تا نمیدونم نیروی انتظامی بخشای مختلفش، سپاه بخشای مختلفش، نمیدونم سازمان تبلیغات اسلامی بخشای مختلفش، حوزه علمیه قوم بخشای مختلفش. ببینید همه اینا میخوان بیار تو همین داستان، شورای عالی انقلاب فرهنگی که خامنه ای تعیین کرده، بعد چجوری میخواد تصمیم بگیری؟ بعد تازه یه تصمیم هم گرفته شه، بعد بره مجمع تشخیص مصلحت نظام که درست در دست جناح مقابل هست، خب چطوری میخواد اینو اجرا کنی؟ زورم که نداریم که. اینه که نه، توی هیچ زمینه. اقتصاد، بله اقتصاد و شاید ایشون بهتر اقتصاددار دنیا رو بذاره، اما ابزارش چیه؟ با کدوم ابزار میخواد این اقتصاد رو سر و سامان بده؟ پس بنابراین میبینیم آقای پزشکیان هیچ شانسی در این نظام نداره، حتی اگر میخواست تغییر ایجاد بده، حتی اگر میخواست کاری بکنه. آخه باید ببینیم که توانایی اون چقدره و چقدر تو این نظام میتونه کار بکنه و مسئولیت. آقای مستقی میبخشید، آقای مستقی در جلسه ای که رفته بود به دانشگاه آقای پزشکیان اونجا با سوالات سخت دانشجوها روبرو شد و به نظر میاد که به طور کلی وامونده بود که چیکار بکنه در مقابل سوالایی که میشد ازش. کاملا درسته. ببینید اساسا دیدارایی هم که الان داشته
و این دیدارها رو شما ملاحظه بکنید، ایشون سمت و سوی حرکتش رو میتونید ببینید. خب رفته با جلیلیان، بسیار رفته توی جلسه با جلیلیان روزه خونی، نوحه خونی. بعد سعید حدادیان اومده مثلا یکی از این اراذل اوباشی که در سمت نوحه خانی هست و امروز اینا هم خب خود همین نوحه خونا مداها قدرتی دارن، رفته سراغ اون. و بعد شما ملاحظه بکنید که با فرماندهان سپاه دیدار کرده. یعنی حرکت هایی که آقای پزشکیان در این روزها انجام داده درست مثل حرکت های یک کسیه که مثلا مثل رئیسی مثلا انجام میداد. یعنی شما اگر اسم پزشکیان رو بردارید و بگید کدوم رئیس جمهور به دیدار اینا رفته و این صحبت ها رو کرده، فکر میکنید رئیسی رفته، فکر میکنید رئیسی این کار رو کرده، بعد بره خونه یه نمیدونم رئیسی، نمیدونم خانواده شهید، بره خونه. بعد شما هر جایی که نگاه میکنید یعنی هیچ روزنه امیدی نیست. من تازه دارم دست بالاشو میگیرم، میگم فکر کنید من انتخاب بشم به عنوان رئیس جمهور، ایرج مصداقی با همین دیدی که امروز دارم، بپذیرم برم تو چارچوب این نظام بخوام کار کنم. خب من وسیله میخوام دیگه، با کدوم وسیله میخوام برم؟ مهمترین وزرام با که خودم نمیتونم تعیین کنم، خامنه ای تعیین میکنه، 7-8 وزیر رو خامنه ای تعیین میکنه. خب دیگه بخواد مثلا وزیر کشاورزی چه درد من میخوره؟ وزیر بازرگانی، وزیر کشاورزی، وزیر اقتصاد. خب وزیر اقتصاد و وزیر بازرگانی درست نمیخوان کار کنن، ولی وقتی تحریمه، وقتی FATF رو نمیذارن از مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذره، تو شورای امنیت ملی گیر میکنه، وقتی سپاه قدس سیاست خارجی رو تعیین میکنه، من چجوری بخوام مشکلات جامعه رو حل کنم؟ خب اون وزیر اقتصاد معجزه که نمیتونه بکنه که، یا اون وزیر بازرگانی یا اون وزیر صنایع معجزه که نمیتونن بکنن، حتی اگه بهتری بشه. شما نگاه کنید امسال ما با کمبود برق مواجهیم، خب سال آینده به مراتب بدتر میشه. شما فکر کنید بهترین بهترین فرد رو بیارید بذارید به عنوان وزیر نیرو، خب این بخواد نیروگاه درست کنه، این نیاز به پول داره، این نیاز به امکانات داره، با کدوم پول، با کدوم امکانات؟ خب اگه میتونستن که حالا میکردن، امسان با این بیبرقی ما واچه نمیشدن. ببینید تو دولت قبلی رفتن کاوه مدنی رو بردن مشکل آب ایران رو حل کن. خب کاوه مدنی یه متخصص در سطح بین‌المللی، یکی از مثلا بهترین های که میتونست در ایران به قول معروف منشأ اثر بشه. خب کاوه مدنی احیانا برنامه هم داشتیم. خب شما نگاه کنید در عرض یه سال چی کار به روز شوردن گذاشت در رفت، اگه نرفته بود گرفته بودن که رفتنش زندان. خب این یه همچین محاکمیتی داریم. تازه آب بزرگترین مشکل ایرانه، نگاه کنید آینده ایران در خطره. جناب اجازی، برای اولین بار در تاریخ چند هزار ساله ایران موجودیت ایران در خطره. ما همیشه کشورمون مثلا مورد تاخت و تاز دشمن قرار گرفته، مثلا مجد و شکوه و عظمتش در خطر، مردمش در خطر. خب شما ملاحظه کنید مردم کشته میشن، دوباره مردم میتونن در یه دوره دیگه دوباره میتونن زاد و ولد کنن، دوباره میتونن در اینجا زندگی و حیات شروع بشه. ولی آقای اجازی، حیات داره از بین میره، حیات در اینجا داره از بین میره، بسیاری از نقاط ایران داره. ببینید 95% حیات وحش ایران از بین رفته، ما به حیات وحش وابسته ایم، محیط زیست ایران یعنی داره نابود میشه، حیات وحش داره از بین میره، یعنی محیط زیست داره از بین میره. بعد شما نگاه کنید سپاه قدس میره، یا ببخشید اطلاعات سپاه میره، اون کسایی که در ارتباط با محیط زیست دارن کار میکنن اینا رو به عنوان جاسوس میگیره، میکنه تو زندان. وزارت اطلاعات میگه آقا اینا جاسوس نیستن،
وزارت اطلاعات میگه ما طبق قانون موظف هستیم تعیین کنیم کی جاسوسه کی نیست. ما میگیم اینا جاسوس نیستن. خب شما نگاه کنید، قانون میگه وزارت اطلاعات مصدر کار. خب اینم مثلا وزارت خارجه امریکا یا وزارت CIA امریکا یا FBI یا نمیدونم سازمان اطلاعاتی غربی نگفتن، خود سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی، سازمانی که مسئول این کارو میگه اینا جاسوس نیستن. اینا رو گرفتن چند سال کردنشون زندان و نمیدونم دادگاه و بعد این همه مصیبت چیه؟ اطلاعات سپاه میگه نه، ما میگیم اینا جاسوس هم. خب شما فکر کنید تو یه همچین مملکتی چجوری شما میخواید کار کنید؟ چجوری میخواید به وعدهاتون عمل کنید؟ وزارت اطلاعات قدرت نداره بگه کی جاسوس هست کی نیستش. اینی که نه، من هیچ شانسی نمیدم. آقای مستاقی، این شرایطی رو که جمهوری اسلامی به وجود آورده و این به اصطلاح تظاهراتی رو که به صورت نمازهای دست جمعی در کشورهای اروپایی شاهد هستیم، عاشورا رو اونجا به اصطلاح عزاداری عاشورا رو برپا کردن و این گونه مسائل، باعث شده که یک عکس العمل شدید به طور کلی نسبت به دین اسلام، حتی اونایی که تندرو نیستن، به وجود بیاد در کشورهای اروپایی. این رو به نفع مردم ایران میدونید یا به ضرر مردم ایران؟ ببینید اساسا ما الان دو ده هست بیشتر که با یک بحران در اروپا روبرو هستیم و اونم به نظر من رشد اسلام سیاسی در اروپاست به خاطر چند دلیل. یکیش خب بالاخره این میبینیم که ایران هست، عربستان و ترکیه، این سه کشور که قدرت سیاسی دارن، قدرت مالی دارن، قدرت تشکیلاتی دارن. اینها مسلمانان رو سرازیر کردن به اروپا. خب این مسلمان ها بخششون که از قدیم بودن ترک ها بودن و یا پاکستانی ها یا در انگلستان بودن، ولی که در طی این مدت ملاحظه میکنیم از سوریه، افغانستان و عراق مسلمانان زیادی به این اروپا و اینها همه از جاهایی اومدن که خیلی خیلی خشن هستن، از توی جنگ در اومدن، آدم کشی هم براشون خیلی ساده است. و بعد شما ملاحظه بکنید که در اروپا خب یک سری از مسلمانان از شمال آفریقا قبلا اومده بودن، مسلمانان زیادی در اروپا هستن، چه تو اسپانیا، چه توی فرانسه و از اون ور تو هلند. بعد حالا آقای مستقی دو دقیقه وقت داریم با همه این کشورها رو شما ملاحظه میکنید درشون مسلمان ها اومدن و از اون طرف سومالیایی ها زیاد اومدن، اریتریایی ها زیاد اومدن. اساسا ترکیب اروپا تغییر کرده. آقای مستقی ببخشید بین صحبتتون، این رو شما در سوئد هم شاهد هستید یا؟ عرض کردم سوئد، بله عرض کردم سوئد. و اینا همش باعث این میشه که یک نوع مقابله هم در جامعه صورت بگیره و به همین دلیله که در بسیاری از کشورها احزاب راست قدرت گرفتن، افراطیون قدرت گرفتن. اگرچه باید توجه کنیم که متاسفانه در بسیاری از این کشورها این گروه های به نظر چپ بودن به علت اینکه پایگاه اجتماعیشون از دست دادن، اینها رفتن روی جلب حمایت مسلمانان و بسیاری از نیروهای حاشیه‌ای و حتی پارازیت های جامعه. و خب این خطر بزرگه، هجوم اسلام سیاسی رو با خطری بسیار بسیار بزرگ. شما ازن تظاهرات های محرم و عاشورا رو برید یا تاسو عاشورا رو تو لندن ببینید، بسیاری از شهرهای سوئد هم ما تظاهرات داریم، سینه‌زنی داریم، راهپیمایی اربعین داریم، اینا به شدت خطرناک.
نه به این مفهوم که اسلام سیاسی میتونه اروپا رو تسخیر کنه، نه، این خطر مثل خطر کروناست، مثل خطر طاعونه، این میاد و میره. این اروپا و این دموکراسی ها قوی تر از اینه که اینا بتونن اون بونا ضربه بزنن، ولی به جامعه ضربه میخوره، به این تمدن ضربه میخوره، همون جوری که طاعون اومد به اروپا ضربه زد، همون جوری که کرونا اومد به جهان ضربه زد، اینها هم همینطوره. اینا هم عنوان به نظر من یه طاعونن، خطرناکن و امروز در سراسر اروپا ما تحرکات اینها رو شاهد هستیم و به نظر من این بسیار بسیار خطرناکه. متاسفانه ما اینو در ارتباط با موضوع غزه دیدیم، حماس دیدیم، حمایت از حماس، جهاد اسلامی تحت عنوان دفاع از فلسطینیان یا به اصطلاح مقابله با حملات اسرائیل و امثال هم، کما که تو امریکا هم دیدیم. شما ملاحظه میکنید تو امریکا هم این همه دانشجوهایی که اومده بودن در حمایت از غزه، ولی وقتی که به طور هدفمند و کاملا کاملا در واقع حساب شده روسیه یک بیمارستان کودکان رو در اوکراین زد و 40 کودک کشته شدن، صدا از هیچ کدوم از اینا نه، یک دونه شما اعتراض در هیچ چیک از دانشگاه امریکا ندیدید، یک دونه اعتراض در هیچ چیک از این نیروهایی که خودشون رو برای فلسطینی ها داشتن میکشتن و بچه های فلسطینی، یک دونه شون رو من ندیدم برای بچه های اوکراینی، لاغر یه دونه محکوم بکن. این اون خطریست که اروپا و حتی خود امریکا رو اسلام سیاسی تهدید میکنه. آقای مستاقی بی نهایت از شرکتتون در برنامه سپاس گذارم. پوزش میخوام از مشکلات فنی که پیش آمد و از جانب من بود فقط. امیر شهرتی تلاش خودش رو کرد که ما بتونیم به هر حال این ارتباط رو ادامه بدیم. از بینندگانی که با ما بودید سپاس گذارم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، روز و روزگار به شما خوش.